روشنفکری در ایران، ایران و مدرنیته، اندیشه عدم خشونت، گاندی و ریشه‌های فلسفی عدم خشونت و تازه و شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. در این چهارشنبه شب 22 دی 12 ژانویه هشدار محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نسبت به احتمال بروز خیزش بعدی مردم بر علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی، تأکید میرحسین موسوی از رهبران مخالف بر اینکه سرکوب سطح مطالبات را بالا خواهد برد و سخنان قائم مقام حزب اعتماد ملی در این باره که احتمالاً هدف از تندروی ها علیه منتقدان تحریک مردم است. آیا ایران میتواند بی خشونت به دموکراسی دست یابد؟ مبارزه خشونت پرهیز زیر سرکوب حکومتی تا کجا میتواند ادامه یابد؟ آیا اعتراضات بی خشونت در فرهنگ ایران ریشه دارد یا پدیده‌ای بیرونی است؟ رویکرد خشونت پرهیز جنبش اعتراضی در ایران تا چه حد از روی ناچاری و تا چه حد آگاهانه است؟ آیا این رویکرد تنها در هند یا در آیین بوداییان در واقع دیده میشه و از اونجا گرفته میشه یا نه در ادبیات و فرهنگ ایران، در اخلاق ناصری، در گلستان سعدی و در گاتهای زرتشتیان نیز قابل جستجوست؟ آیا میان حمله حکومتی به علوم انسانی و رویکرد خشونت پرهیز ارتباطی وجود دارد؟ اینها پرسش‌های افق و این تخت سیاه هم دفتر یادداشت من. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به سوال برنامه رو انتخاب و بر روی تخت سیاه منعکس میکنه تا همه شما بهترین پاسخ یا راه حل پیشنهادی رو ببینید. رویکرد خشونت پرهیز جنبش اعتراضی در ایران زیر ماشین سرکوب حکومتی در فضای ترور و بمبگذاری های انتحاری سال گذشته میلادی چگونه قابل تحلیل است؟ ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در برابر منزلش در یک بمبگذاری، ممانعت از سخنرانی حسن خمینی توسط تندروها حین مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، دو انفجار انتحاری در مسجد جامع زاهدان و کشته شدن دست کم 20 تن، منزل مهدی کروبی هدف حمله بسیج و لباس شخصی ها، حمله بسیجی ها به اعتصاب کنندگان بازار، ممنوعیت 12 رشته علوم انسانی در دانشگاه ها، ترور مجید شهریاری متخصص انرژی اتمی در یک بمبگذاری در مقابل دانشگاه، اعتراضات آرام دانشجویی در سالگرد روز دانشجو در دانشگاه ها، بمبگذاری مرگبار حین مراسم تاسوعا در چابهار، رئیس جمهوری آمریکا این اقدام تروریستی را قویاً محکوم کرد، تجمع آرام معترضان به اعدام حبیب الله لطیفی در برابر زندان سنندج و عدم اجرای حکم اعدام او، و مهمانان برنامه امشب آقای دکتر رامین جهانبگلو، استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، استاد فلسفه علوم سیاسی، برنده جایزه صلح سال 2009 سازمان ملل، نویسنده آثار متعددی از جمله روشنفکری در ایران، ایران و مدرنیته، اندیشه عدم خشونت، گاندی و ریشه های فلسفی عدم خشونت و تازه ترین اون روح هند که همین چند روز پیش در ایران ترجمه فارسی اون چاپ شده و ظاهرا در فهرست پر
فروش های بازار هم قرار داره. آقای جهان بگلو از تورنتو کانادا به ما میپیوندند و آقای امین بزرگیان نویسنده و روزنامه‌نگار، سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران، نویسنده مقالات بحث برانگیز در حوزه های اجتماعی و فلسفی. درود بر هر دوی شما آقای جهان بگلو و آقای بزرگیان. آقای بزرگیان از لیون فرانسه به ما میپیوندند. اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. آقای جهان بگلو، صحبت های آقای خاتمی و آقای موسوی رو میدونم شنیدید در این یکی دو روز گذشته. فکر میکنید ادامه سرکوب با چه هدفی صورت میگیره و یا رابطه ای میبینید میان خشونت های حکومتی و فضای ترور در ایران؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، و در پاسخ به سوال شما فکر میکنم که جوابش اینیست که همیشه یک ارتباط مستقیمی بین سرکوب های یک حکومت و خشونت هایی که در اون جامعه ممکنه وجود داشته باشه هست. هر چقدر اقتدار طلبی بیشتر باشه، هر چقدر بی‌عدالتی بیشتر باشه در یک جامعه، شما میبینید که خشونت ها هم در سطح مدنی میان مردم بیشتر میشه، هم فرهنگ خشونت بیشتر میشه و هم راه حل هایی که برای مناقشات مدنی و سیاسی گروه های سیاسی میخوان پیدا بکنن ممکنه که به طرف خشونت و ایجاد خشونت بره. بنابراین من فکر میکنم که رهبران مدنی، فعالان مدنی همطور که دارن نشون میدن و در تمام این چند ساله هم اخیراً نشون دادن، بیشتر میرن دارن بیشتر و بیشتر به طرف خشونت پرهیزی میرن، برای اینکه شما جواب قتل و با قتل هیچ وقت نمیتونید بدید، خصوصا اگر به دنبال دموکراسی و عدالت هستید و به دنبال یک نوع تعامل مدنی و به دنبال این هستید که وحشت و ترس رو از جامعتون از بین ببرید. آقای جهان بگلو، در اشاره کردید به اینکه رهبران جامعه مدنی به سمت رویکرد خشونت پرهیز حرکت میکنن، ولی در این فضای فعلی تا چه حد این رویکرد میتونه دوام بیاره در مقابل این فشارها؟ من فکر میکنم که این رویکرد خب یک آزمون تاریخی خیلی مهمی نه تنها برای فعالان مدنی، برای ملت ایران هستش که بالاخره تکلیف خودش رو یک بار برای همیشه با فرهنگ خودش و تاریخ خودش روشن میکنه. به هر حال ما هم مثل ملت‌های دیگه در تاریخ اون هم خشونت داشتیم، هم عدم خشونت، و الان در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخمون و یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخمون داریم زندگی می‌کنیم و فکر می‌کنم که تک تک ما به عنوان ایرانی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خب ما نمی‌خوایم که دو مرتبه برگردیم و جواب خشونت رو با خشونت بدیم، و این یک بحث ایدئالیستی اصلا نیست، آرمانی هم نیستش، یک مسئله بسیار عملی و پراتیک و پراگماتیک هستش که شما مسئله‌تون نیست که به دنبال چه چیزی برای آینده هستین. ببینید هیچ آینده هیچ جامعه‌ای نمیتونه بر مبنای خشونت باشه. ما متوجه شدیم در به ویژه 30 سال گذشته، اگر نگیم در 100 سال گذشته از مشروطیت تا کنون، که تمام راه‌های خشونت آمیزی که از طرف گروه‌های سیاسی بوده منجر شده به اینکه ما به دموکراسی نرسیم و نتونیم که عدالت اجتماعی رو در جامعهمون پیاده بکنیم. آقای جان بگلو، شما تازه از سفر به هند بازگشتید، به کانادا، به تورنتو، میدونم که خب مرتب اونجا سفر میکنید، بخش عمده از تحقیقاتتون اونجا شکل میگیره. صحبت از این کردید قبلا که رویکرد در واقع خشونت پرهیز یک وجه فلسفی داره و یک وجه استراتژیک داره. چقدر امکان داره که ایران بدون خشونت به دموکراسی دست پیدا بکنه به لحاظ استراتژیک؟ من به شخص بسیار خوشبین هستم و این خوشبینی هم از دو چیز میاد، یک از جوانان ایرانی که میبینم، دوم از فعالان زن ایرانی که میبینم که چقدر به طرف خشونت پرهیزی رفتن. شما در آثارشون، در رفتارشون، در مبارزاتشون اینو میبینین. خستگی که جامعه ایران از خشونت امروزه داره با وجود تمام اتفاقاتی که میفته، خستگی که از فرهنگ خشونت داره و انتقاداتی که داره به خودش میکنه، این تمامش موجب خرسندی میتونه باشه. و من فکر میکنم که ما اگه برگردیم در بچه دوم صحبتم، اگه برگردیم به فرهنگ ایران و به ریشه های فرهنگی عدم خشونت در ایران، ما میبینیم که ما یه ملتی هستیم که
فقط نادرشاه و محمود غزنوی و دیگران رو به وجود نیاوردیم، بلکه ما یه ملتی هستیم که ما وقتی به متونمون برمیگردیم، به آثارمون برمیگردیم، خب ما میبینیم که ما یه ملت خشونت پرهیز هم هستیم و میتونیم اون آثار رو در بیاریم، زنده کنیم، باش کار کنیم و به از توش یک تعامل مدنی جدید در بیاریم. اشاره خواهیم کرد در طول برنامه به این در واقع ریشه های فرهنگی و ادبی که شما اشاره بهش کردید. فکر میکنید آقای دکتر جانبگلو انتخاب رویکرد خشونت پرهیز از سوی جنبش اعتراضی در ایران از روی ناچاری یا کاملا آگاهانه انتخاب شده؟ من فکر میکنم کاملا آگاهانه انتخاب شده و یک سیر و سلوک سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته. یعنی در حقیقت ما این همراه با شکست ایدولوژی ها، چه ایدولوژی چپ چه ایدولوژی راست، شکست تمام اون معشه مسلحانه ای که ما چه در دوره پهلوی دوم داشتیم چه در اوائل انقلاب داشتیم. شما نگاه کنین این جنبشی که ما در این دو سال اخیر، اگر نگم در 10 سال اخیر ما در ایران داشتیم، هیچ تمام این جنبش های مسلحانه و گروه های سیاسی که به طرف خشونت می رفتن درش حاشیه‌نشین شدن. یعنی بیشتر کسانی که یا رهبران این جنبش بودن یا کسانی که مسئولان بودن و یا شرکت کنندگان بودن، بیشتر در مورد فعالیت مدنی خشونت پرهیز صحبت کردن. الان خیلی جالبه که بسیاری از کسانی که خودشون اصلا جزء دستگاه حکومتی بودن در ایران، الان دارن در مورد خشونت پرهیزی صحبت میکنن. بسیاری از گروهای سیاسی هم الان دارن به طرف خشونت پرهیزی میرن. چرا؟ چون ما جوانانمون دیگه تاب و تحمل این که شما بیاین و بگین ما آینده ایران رو می‌خوایم دو مرتبه با یک خشونت جدید بسازیمون ندارن. خب از شما دعوت میکنیم در فضای مجازی در گفتگوی امشب شرکت کنید. به فیسبوک افق سر بزنید، در فیسبوک کلمه انگلیسی افق رو OFOGH رو جستجو بکنید. همچنین میتونید به بلاگ ما سر بزنید، به کانال یوتیوب ما برید، برنامه افق رو میتونید در روزهای گذشته رو ببینید، در اونجا میتونید نظراتتون رو منعکس بکنید. آدرس بلاگ ما هم هست viewcapital.blogspot.com. منتظر در واقع نظرات شما هستیم و پاسخهای شما به پرسشهای برنامه. نگاه تندروها در ایران این است که رویکردهای خشونت پرهیز طرح مؤسسات آمریکایی برای براندازی است. این سازمان‌ها، بنیاد سروس، بنیاد ویلسون، بنیاد دفاع از آزادی، بنیاد دموکراسی، نام‌های مختلفی گذاشتند. می‌بینیم که برای فتنه نقشه ریزی کردن، برنامه ریزی کردن. آقای دکتر جانبگلو، در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب زمینه تداوم انقلاب در داخل و خارج کشور رو فراهم میکنه. در چارچوب این قانون اساسی که خودش رو در ستیز با دیگران میبینه از همون ابتدا و این صحبتهایی که شنیدید، نمونه صحبت آقای حسینیان که برچسب زدن به فعالین در این زمینه به عنوان عامل خارجی، تا چه حد تغییرات مسالمت‌آمیز ممکنه در چنین چارچوبی؟ ببینید اینو حکومت ها همه دارن، یعنی اینو در رژیم آپارتاید هم بوده، در امروزه در برمه هم شما میبینید، در آمریکای لاتین هم بوده و هر جا که شما جنبش های مسالمت آمیز دارین، به هر حال حکومت های اقتدار طلب از خودشون دفاع میکنن و برای اینکه این دفاع بکنن همیشه دست به تئوری توطئه میزنن و این تئوری توطئه انقدر حالت مسخره آمیز پیدا میکنه که میبینیم که بعدش تحت عواملی که از خودمون نظام هستن هم به نوعی در این تئوری توطئه قرار میگیرن. من فکر میکنم که اصلا این جای بحث نداره که به هر حال جنبش مسالمت آمیز خودش یک تمرین اجتماعی و یک تمرین فرهنگی و یک تمرین دموکراسی هستش و
در حقیقت ایران امروز داره این تاریخش رو با خودش تمرین میکنه، فرهنگ اجتماعی و مدنیش رو داره با خودش تمرین میکنه. حالا این که یک عده بخوام بیان و اینو بگن که حالا در واشنگتن درست شده یا مثلا در جای دیگه، من بحثم این نیست که ما اصلا احتیاجی نداریم که بریم و فقط آقای جین شارپ رو بخونیم یا دیگران بخونیم. درسته که ما میتونیم از فرهنگ‌های دیگه و از مبارزات دیگران هم یاد بگیریم، ولی فرهنگ خودمون هم نشون میده که به هر حال در این فرهنگ مسالمت بردباری بوده، شکیبایی بوده، تسامح بوده، تساهل بوده. اینا همش مزامینی است که ما می‌بینیم در عرفانمون بحث میشه، در ادبیاتمون، در اندرزنامه‌هامون بحث میشه. ما ایرانی‌ها یک ملت وحشی نیستیم. ما ایرانی‌ها ملتی هستیم که دارای یک سرمایه اخلاقی هستیم. این سرمایه اخلاقی رو باید نسبت بهش آگاه باشیم و در راه فعالیت مدنی استفاده کنیم. خب اجازه بدید ما بحث رو به لیون هم ببریم. با آقای امین بزرگیان هستیم، یه اشکال ارتباطی داشتیم و خوشبختانه موفق شدیم آقای بزرگیان داشته باشیم. آقای بزرگیان درود میفرستم دوباره به شما و خوش آمدید به برنامه ما. پرسشی که من دقایق پیش با آقای دکتر جهانبگلو مطرح کردم دوست دارم با شما در میون بگذارم، که آیا ایران بی خشونت میتونه به دموکراسی دست پیدا بکنه؟ سلام. باید یه مقدار در مورد مفهوم خشونت بیشتر دقت بکنیم. چنانچه خشونت رو به معنای مدارا بگیریم یه بحثیه که آقای دکتر فرمودن، اما خشونت معنای دیگه ای هم میتونه داشته باشه. در واقع خشونت از یک منظری در مقابل ترس و راهیه برای رهایی از ترس. یعنی کسی که خشونت می‌ورزه و دست به خشونت می‌زنه کسیه که ترسیده و به قول معروف ضعیف شده یا به ضعف برده شده و می‌خواد در برابر دیگری، در برابر اونی که اونو ترسونده، اونو ضعیف کرده، عکس العمل نشون بده. مثلا خشونت دولت بر علیه مردم یا خشونت مردم بر علیه دولت یا قدرت مسلط ناشی از اینه که دولت مردم رو یا فرد رو ترسونده و فرد در برابر این ترس عکس العمل نشون میده. پس میبینیم که خشونت فقط به معنای عدم مدارا نیست، معنای دیگه هم داره. مثلا نیچه تکنولوژی رو یه جور مکانیزمی میدونه که فرد برای رفع ترسش از طبیعت، رهایی از ضعفش نسبت به اسطوره طبیعت مهیا کرده و چیز کرده که بتونه طبیعت رو تحت تسلط خودش قرار بده. پس یکی از راه‌های مهم ترویج عدم خشونت از بین بردن ترس و ضعف در برابر هر نوع دیگریه. مثلا اگه بخوایم خشونت افراد جامعه رو نسبت به هم کم بکنیم و از بین ببریم، یا حتی نسبت به طبیعت، نسبت به دولت، لازمش اینه که بفهمیم که نسبت به جامعه، طبیعت یا دولت دیگری نیستیم و جزئی از اینا هستیم. یعنی دیگر بودگی رو در واقع یه جوری از بین ببریم. آقای بزرگیان، یعنی فکر میکنید که در واقع باز میخوام صحبتتون رو قطع کنم، فکر میکنید چالش اصلی اون چیزی رو که آقای دکتر جهانبگلو به عنوان یه استراتژی مطرح میکنن، به عنوان یک نگاه فلسفی مطرح میکنن، چالش اساسی که به نظر شما این رویکرد در عمل باش مواجهه در ایران چیست؟ به نظر من اینه که بحثای جناب آقای دکتر خشونت رو به معنای مدارا میگیره. من بحثم اینه که برخی از خشونت‌هایی که بروز میده از جانب لایه‌های مختلف اجتماعی، از حتی از دولت، نشانه ای از یک رابطه عدم توازن و رابطه قدرت و ضعفیه، یه ترسیه که فرد در نسبت به دولت پیدا کرده و این عکس العمل فرده. برای کم کردن خشونت در مناسبات اجتماعی من حرفم اینه که تنها راه همبستگی اجتماعی، یعنی اگر ما بخوایم انواع خشونت در جامعه خشن ما کم بشه، راهی نداریم جز اینکه بریم به سمت همبستگی اجتماعی و اینکه افراد خودشون نسبت به جامعه و خودشون نسبت به دولت دیگری نبینن و دیگری نکنن. در واقع همون اتفاقی که در داستان‌های کودکان یا داستان‌های پریان میفته. ببین در داستان‌های کودکان، در این داستان‌ها فرد با طبیعت، با درخت، با
خورشید خانوم با آقا شیره صحبت میکنه. این صحبت کردن و دیالوگ برقرار کردن با طبیعت در واقع پر کردن فاصله بین فرد و طبیعت و پر کردن این شکافه، و اینه که باعث این میشه که خشونت فرد نسبت به طبیعت از بین بره، ترس فرد از نسبت به طبیعت از بین بره و به ازای این خشونت از بین بره. پس یکی از موارد خیلی مهم برای پروژه عدم خشونت و رفع خشونت اینه که این ترس جامعه از دولت و ترس دولت از جامعه یک به یک معنای پر بشه. آقای دکتر چطوری میشه این ترس رو از بین برد؟ پاسخ شما رو بشنویم. من اتفاقا با ایشون کاملا موافقم، ولی و خودم هم به این موضوع اشاره کردم در صحبت‌های ایشون. دو مضمون خیلی مهم هست، یکی مضمون ترس و دیگری مفهوم همبستگی اجتماعی. ببینین، من موافقم که ترس کاملا عدم امنیت ایجاد میکنه و عدم امنیت همیشه خشونت ایجاد میکنه، و به نوعی اینو ما در تمام جوامع داریم. و حالا اگر دستاندرکاران سیاسی یک جامعه نتونن که این ترس رو از بین ببرن، لااقل فعالان مدنی و همشهریان و کسانی که دارن با هم زندگی میکنن در یک جامعه باید این ترس رو بتونن از میون بردارن و بتونن به جاش یک تعامل اجتماعی داشته باشن. ولی این بدون داشتن اون چیزی که من همیشه روش تاکید کردم، بدون داشتن یک اخلاق مدنی امکان پذیر نیست. ببینین، مشروطه در حقیقت مشروطیت 100 سال پیش یکی از بحثایی که داشت مطرح میکرد مسئله قانونمندی بود، مسئله ایجاد عدالت بود و یکیش مسئله اخلاق مدنی بود. این اخلاق مدنی به ما کمک میکنه که ما بتونیم با همدیگه زندگی بکنیم. اگه قرار باشه که ما یک سری اصولی تخیلی رو بیایم و بگیم که اینها اصولی هستن که ما حالا به نامش میخوایم آدم بکشیم، به نامش میخوایم افراد زندان بکنیم، حالا اینو فقط بحث منم این نیست که در سطح دولت انجام نمیشه، این در سطح یک نوع بی‌اعتمادی میان همشهریان خود ایران مطرح میشه. یعنی شما میبینید که بله، وقتی که خشونت در یک جامعه زیاد میشه به خاطر این است که مردم بی‌اعتمادن نسبت به هم. خب ببینیم در ایران به کارایی اعتراضات خشونت پرهیز چگونه نگاه می شود. اون چه که در واقع مهم هستش در این بحثی که ما در واقع داریم، که با همکارمون کوروش صحتی محبت کرد و گفتگوی داشت با آقای کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در این ارتباط. اگر هدف دموکراسی و حقوق شهروندی باشه، مبارزه مسالمت‌آمیز تنها راه خردمندانه است. در جنبشی که توسط حاکمیت به خشونت کشونده میشه، مردم خردمند و صلح‌جو که معمولاً با خانواده‌هاشون به میدون میان تا صدای اعتراضشون رو به گوش برسونن، عقب نشینی میکنن و مردمی که تحملشون بیشتره و خطرپذیرتر هستن تو میدون میمونن. حضور چالشگرانه آنها حاکمیت خشونتگرا رو وادار به اعمال خشونت بیشتر میکنه، همچنون که دامنه خشونت بیشتر میشه، رهبری مبارزه رو افراد ماجراجو به دست میگیرن و دیگه اختیار دست خردمندان و مردم عادی خارج میشه. افراد ماجراجو تحریک پذیر هستن و ظرفیت مسلح شدن رو هم دارن. وقتی مبارزه به زد و خورد خیابونی میکشه، شرایط برای ورود گروه‌های سازمان یافته مسلح به میدان فراهم میشه. در این شرایطی که مردم هم اونا رو پذیرا میشن، چرا که ظاهرا اونا در مقام دفاع از مردم بیرون میان، در چنین شرایطی که نقشه‌های بیگانگان هم در جهت حفظ یا کسب منافع خود فرصت عمل پیدا میکنه. از اینجا به بعد هر کدام از طرفین که برنده میدون بشن به زیان ملته. اگه حاکمیت پس از یک رویارویی خشن و خونین برنده بشه، تسلط خودشو به مردم تنگتر و شدیدتر میکنه، حکومت نظامی میشه و پاکسازی‌های فراوانی برای جلوگیری از تکرار جنبش صورت میگیره. تجربه دهه 60 به ما نشون داد که با یه دیکتاتوری خشن نباید رویارویی خشن کرد. این اشتباه بزرگ برخی سازمان‌های چریکی بود در اون زمان که میتونستن با ورود به عرصه سیاسی کشور از تک قطبی شدن حاکمیت جلوگیری کنن و این کار رو نکردن. از سوی دیگه اگر حاکمیت در مبارزه شکست بخوره، همون ماجراجویان هستن که حکومت رو به دست میگیرن، نه مردم و خردمندان. با
باز پاکسازی های گسترده انجام میگیره و دور باطل دیکتاتوری با بازیگرانی جدید دوباره از نو آغاز میشه. آقای بزرگیان، شنیدید صحبت آقای زعیم و شما رابطه ای میبینید میان محدود کردن علوم انسانی و درک جامعه دانشگاهی و روشنفکری از رویکرد خشونت آمیز اون اتفاقی که در چند ماه گذشته در ایران شاهدش بودیم؟ بله مطمئنا رابطه است، رابطه خیلی مهمی وجود داره بین این دوتا. تأکید اصلی در جامعه ایران باید همونجوری که آقای دکتر فرمودن باید روی عدم خشونت باشه، بر این مسئله شکی نیست و علوم انسانی در واقع ترویج علوم انسانی راهیه برای این که این ابژه های خشونت، کسایی که خشونت بهشون تحمیل میشه، این مناسبات خشونت آمیز رو درک بکنن و اونو نپذیرن. یعنی علوم انسانی ابزاری دست افراد میده، ابزار فکری و تأملی دست افراد میده که روی مناسبات خشونت آمیز خودشون با دیگران، دولت با اونها فکر بکنن و این مکانیزم خشونت رو طبیعی ندونن و یک چیز تاریخی و یک چیز مصنوعی درک بکنن. و برای همین هست که علوم انسانی تبدیل به یک موجود خیلی خطرناکی میشه، چون مکانیزم‌های سلطه و مکانیزم‌های خشونت رو فاش میکنه و افراد رو مجهز میکنه برای اینکه خشونت رو نپذیرن. حالا من نمیدونم الان فرصت هست که صحبت بکنم یا نکته خاص، اگه نکته خاصی هست فقط من در مورد بفهم بله من خواستم یه سوالی رو مطرح بکنم آقای بزرگیان. یه سوالی مطرح میکنم اگر میخواد به این پاسخ بدید، چون میخوام وقت کوتاهی داریم از آقای دکتر جهان بگیرم پرسشی رو بکنم. حکومت خشونت پرهیز، صحبت از حکومت خشونت پرهیز در واقعیت چقدر ممکنه؟ ببین مسئله همینه، تأکید روی قانون و اینکه قانون میتونه خشونت رو از بین ببره به نظر من جای خیلی مداقهه و نقد داره و تفکر داره. اینی که قانون نافی خشونت نیست، بلکه همونجوری که خودتون میدونید به تعبیر بنیامین سازنده یا برسازنده خشونته. اساسا حافظ هر قانونی خشونته و این خشونتی که از یه قانونی حمایت میکنه. قانون تنها کاری که میکنه که اونه که خشونت رو از مردم میگیره و در یک جا به نام دولت جمع میکنه و با قانون خشونت از بین نمیره، بلکه خشونت قانونی میشه. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که ما باید بین انواع خشونت هم تمایز قائل بشیم. خشونتی که فرد در برابر نظام سلطه‌ای که بر اون حاکم میشه اعمال میکنه فرق میکنه با خشونت برنامه‌ریزی شده و تنظیم شده از پیش. من مثال میزنم، فردی که با فلسطینی که در برابر این که داره خونش در توسط صهیونیست‌ها خراب میشه با بیل به تراکتور اسرائیلی حمله میکنه، این خشونت با خشونت سازماندهی شده از پیش تعیین شده بر علیه فلسطینی. اجازه بدید وقتم خیلی کوتاهه که من این خشونت رو اجازه بدید من سوال خیلی کوتاه بپرسم آقای دکتر، عذر میخوام 30 ثانیه فرصت دارین. حکومت خشونت پرهیز در واقعیت ممکنه؟ ببینین من جواب سوال شما اینطوری میدم، عشق به قدرت در حقیقت قدرت عشق رو همیشه نابود میکنه و شما خشونت پرهیزی رو بدون دوستی و عشق نمیتونین داشته باشین. ولی مسئله اینجاست که شما میتونین قوانینی داشته باشین که عادلانه باشن یا عدالت رو در جامعه بیشتر کنن، عدالت اجتماعی رو بیشتر کنن و به مردم یاد بدن، حتی به نیروهای پلیس و نیروهای انتظامی یاد بدن که خشونت اعمال نکنن و قتل نکنن. میدونین این خیلی مسئله مهمیه که میشه وجود داشته. تشکر میکنم از شما آقای دکتر رامین جهانبگلو، آقای امین بزرگیان، عذر میخوام وقت برنامه‌مون کوتاه و به پایان رسید. امیدوارم فرصت دیگری باشه در خدمت شما این بحث رو دنبال بکنیم. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. بهترین پاسخ شما به سوال امروز فردا بر روی تخت سیاه خواهد بود، اما بهترین پاسخ به پرسش دوشنبه ایمان جواب داده بود که هیچ سیاستی در برابر ایران تغییر نمی کند مگر اینکه وقتش برسد. دادار هم در مورد سوال دیروز گفته بود جایگاه اقتصادی متفاوت اصولگرایان عامل اختلاف هست. تا فردا و افق دیگر، خدا نگهدار. شما می توانید
عکس ها و فیلم های خبری خود را به نشانی voapnn.com/negahshoma.cfm بفرستید. ابتدا لینک مورد نظر را در قسمت آدرس تایپ کنید، سپس آدرس ایمیل خود را وارد کرده و اگر مایل هستید می توانید برای فایل خود موضوعی انتخاب کنید. سپس پیام خود را تایپ، فایل مورد نظرتان را انتخاب و روی سند ایت کلیک کنید. شما همچنین می توانید عکس های خود را به نشانی ایران@voanews.com بفرستید.